بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با اخبار شیعه در اخبار شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط اخبار امشب. حرم مطهر حسینی همه ساله پذیرای بیش از 1000 موکب در ماهای محرم و صفر است. تلاش های چین برای پنهان کردن نسل کشی اویغورها. نگرانی برنامه جهانی غذا از عدم دریافت کمک های غذایی اضطراری از سوی 11 میلیون گرسنه در افغانستان. و هشتم محرم برپای مراسم زنجیر تیغی به یاد بدن قطعه قطعه شده شهدای کربلا. وقت شما بخیر. حرم مطهر امام حسین علیه السلام با اعلام اینکه سالانه پذیرای بیش از 1000 موکب عراقی، عربی و خارجی در ماهای محرم و صفر است، خاطر نشان کرد 4 جایگاه برای استقرار موکبها در داخل حرم مطهر در نظر گرفته و فعالیت آنها همراه با مراسم عزاداری از ابتدای صبح تا آخر شب ادامه دارد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. محمد عبود که مشاور مدیریت حرم مطهر امام حسین علیه السلام در رابطه با حضور موکب ها در سال جاری اظهار داشت. حرم مطهر آماده برای حضور موکب ها و پذیرایی از آنها می باشد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه وی در ادامه افزود برای ورود به حرم مطهر حسینی با توجه به افزایش تعداد موکب‌ها و هیئت‌ها در طول سال جلسات و اجتماعاتی با مسئولان موکب‌ها قبل از ماه محرم برگزار می‌شود تا دستورات سازمانی لازم به آنها گوش زد و پیشنهادات و خواسته‌های آنها شنیده شده و برنامه و زمانبندی ورود آنها به حرم مطهر حسینی تنظیم گردد. عبود که همچنین توضیح داد که موکب‌ها که شامل موکب‌های عزاداری و موکب‌های پذیرایی از زائران می‌باشند، طبق برنامه مشخصی وارد حرم مطهر می‌شوند و مدت زمان حضور موکب‌ها در حرم مطهر با توجه به توافق صورت گرفته با موکب دارن متغیر است. وی همچنین خاطر نشان کرد تعداد موکب‌های ورودی به حرم مطهر در روز بین 75 تا 100 موکب است و برای هر موکب فرم‌های سازماندهی شده و کارت شناسایی صادر می‌شود تا امنیت زائران و عزاداران تضمین شود. گفتنی است که مرکز سازماندهی موکب‌ها از اول محرم تا بعد از 40 امام حسین علیه السلام با افزایش ورود موکب‌ها در 10 روز اول محرم، 13 و 25 این ماه به کار خود ادامه می‌دهد و در ادامه از 15 تا 20 صفر همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کاربران رسانه‌های اجتماعی در ایران از افزایش اختلال در شبکه اینترنت و سخت‌تر شدن دسترسی به فضای مجازی طی تیر ماه خبر می دهند. با گذشت نزدیک به 2 هفته از موج جدید کاهش سرعت، اختلال و قطعی اینترنت در ایران، این شرایط همچنین تداوم دارد و
کارشناسان فضای مجازی تأکید می‌کنند که کاهش و نوسان سرعت در شبکه اینترنت مشهود است. گفتنی است روند کاهش قابل توجه سرعت حتی بر شبکه اینترنت داخلی نیز تأثیرگذار بوده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده مشکل روزهای اخیر اینترنت در ایران بر میزان تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی هم تأثیر مشخصی داشته و حجم آن را تا درصدی کاهش داده است. تداوم این شرایط همزمان با وعده وزارت ارتباطات برای رفع مشکل این نگرانی را ایجاد کرده است که مشکل اخیر با اجرای شدن شبکه اینترنت ملی ارتباط مستقیمی دارد. باستانشناسان در پرو بقایای معبد و تئاتری باستانی را که به باور آنها حدود 4000 سال قدمت دارد کشف کردند. این کشف اطلاعات جدید در مورد منشأ ادیان پیچیده در این منطقه به محققان می دهد. گفتنی است این یافته ها حدود 3500 سال قدیمی تر از معروف ترین سایت باستانشناسی پرو یعنی قلعه باستانی ماچاپیچو که توسط امپراتوری اینکا در قرن 15 ساخته شده است هستند. شاین ذکر است پرو میزبان مجموعی از یافته های باستانشناسی از دوران پیش از اسپانیایی است. در ماه اوت باستانشناسان پرویی مقبره 3000 ساله را کشف کردند که ممکن است برای یک رهبر مذهبی ممتاز ساخته شده باشد. چند ماه قبل از آن مومیایی نوجوانی بیش از 1000 ساله که در یک بسته تدفینی پیچیده شده بود در حومه پایتخت مدرن لیما پیدا شد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواد شیمیایی فوراور مورد استفاده در باتری‌های لیتیوم یونی محیط زیست را تهدید می‌کند. در همین راستا محققان هشدار دادند مواد شیمیایی را در محیط نزدیک کارخانه‌های تولیدی این باتری‌ها یافتند که به نظر می‌رسد برای موجودات زنده سمی هستند و کشف کردند که زباله‌های باتری‌های دور ریخته شده در محل‌های دفن زباله منبع اصلی آلودگی است. گفتنی است در حال حاضر تنها 5% از باتری‌های لیتیومی در جهان بازیافت می‌شوند. اگر بازیافت باتری به طور چشمگیر افزایش پیدا نکند، این امر می‌تواند تا سال 2040 8 میلیون تن ضایعات باتری را به همراه داشته باشد که برای محیط زیست بسیار خطرناک به حساب می آید. پژوهشگران با آزمایش روی 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان متوجه شدند که حین تمرینات بدنی تعداد گلوبول‌های سفید نابودگر سرطان در این افراد افزایش می‌یابد. طبق پژوهشی که با یاری دانشگاه تورکو در فنلاند انجام شده است، تمرینات بدنی 30 دقیقه‌ای میزبان گلوبول‌های سفید نابود کننده تومورهای سرطانی را افزایش می‌دهد. به نوشته ساینس دیلی، تعادل انواع مختلف گلوبول‌های سفید تعیین می‌کند که آیا سیستم ایمنی در خدمت نابودی سرطان است یا سبب گسترش آن می‌شود. تیا کویلا، نویسنده اصلی این پژوهش از دانشگاه تورکوی فنلاند میگوید اگر تعداد سلول‌های نابودگر سرطان در ناحیه تومور بیش از سلول‌های محرک سرطان باشد، بدن توانایی بیشتری برای مبارزه با این بیماری دارد. نسل کشی اویغورها همچنان ادامه دارد و به تدریج و بی سر و صدا در حال فراموشی است. گویی هرگز از ابتدا چنین اتفاقی رخ نداده است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در سال 2020 مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا گزارشی را منتشر کرد که در آن بیش از 380 اردوگاه بازداشت در ترکستان شرقی شناسایی و مستند شد.
این مسئله نشان داد که حزب کمونیست چین تا چه میزان اردوگاه‌های کار اجباری را در منطقه ایجاد کرده است. مقاله‌ای در واشنگتن پست در سپتامبر 2023 به این نتیجه اذعان کرد که به نظر می‌رسد برنامه اردوگاه‌های بازآموزی در سال 2019 تحت فشار بین‌المللی به پایان رسیده است. این ادعا گواهی بر این است که چگونه دولت چین و حزب کمونیست جامعه بین‌المللی را متقاعد کردند که دیگر نسل‌کشی در حال وقوع نیست. علاوه بر این، دولت چین و حزب کمونیست با متقاعد کردن موفقیت‌آمیز جامعه بین‌المللی مبنی بر بستن همه مراکز یا تغییر کاربری آنها به عنوان زندان، خود را از هر گونه مسئولیت در مورد آنچه در اردوگاه‌ها رخ داده است تبرئه کردند. نکته مهمتر آنکه از طریق ادعای تبدیل به زندان و چه تمایز اردوگاه‌های کار اجباری کاهش می‌یابد و با سیستم گسترده زندان‌های کشور ترکیب می‌شود و تغییری در برداشت از زندانیان اویغور ایجاد می‌کند. مسلمانان اویغور در چنین شرایطی به جای قربانی نسل‌کشی شدن تحت قوانین بین‌المللی و کنوانسیون نسل‌کشی ژنو، در اردوگاه‌های کار اجباری طراحی شده توسط دولت چین برای نابودی نگهداری می‌شوند. خطر فراموش شدن نسل‌کشی اویغورها یک نگرانی جدی است که از روش‌های عمدی و حساب شده‌ای توسط دولت چین برای پنهان کردن نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ترکستان شرقی به کار گرفته شده است. دولت چین همچنین کمپینی را سازماندهی کرده تا اطمینان حاصل کند که جامعه جهانی نیز این مسئله را فراموش می‌کند. نسل‌کشی اویغورها همچنان ادامه دارد و به تدریج و بی سر و صدا در حال فراموشی است و متاسفانه خود این فراموشی در حال عادی شدن است. گویی هرگز از ابتدا چنین اتفاقی رخ نداده است. ساعتی پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم آیا با توجه به تلاش‌های چین برای مخفی نگه داشتن مسئله سرکوب مسلمانان اویغور این حقیقت به فراموشی سپرده خواهد شد؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل در این زمینه ببینیم و بشنویم. و تشکر از بابت دعوتتون به این برنامه خوب. خدمت شما عرض بکنم گزارش های مکرری در رابطه با نقض حقوق بشر و ایجاد کارگاه های اجباری برای مردم اویغور توسط دولت کمونیست چین هر روز ما میشنویم و ابعاد این قضیه مبنی بر جرایمی که علیه مسلمانان اویغور در این کشور انجام میشه روز به روز در حال افزایش است. نکاتی که میشه در این رابطه به طور مشخص بهش اشاره کرد اینه که دولت چین با توجه به پشتوانه در واقع قدرت اقتصادی جهانی خودش همواره از این ابزار به عنوان یک اهرم فشار علیه گروه‌ها و کشورهایی که معمولاً روی ابعاد جرایم ضد بشری مخصوصا در مورد اویغورها توجه میکنن یا تمرکز میکنن از اونها علیه افراد دیگه استفاده میکنه. میتوان گفت که پرونده هایی که برای نقض حقوق بشر علیه اویغورها تشکیل شده و در واقع توسط دولت چین این جرایم روز به روز در حال افزایش است، این فشارهای بین المللی تا چه اندازه میتونن موثر باشن برای در واقع کاستن و توقف یک چنین جنایات در قرن حاضر. لازم هست به مواردی در این رابطه اشاره بشه. اون چیزی که در دولت در میان تصمیم گیران دولت آمریکا وجود داره و چه در جایگاه مجالس سنا یا کنگره و همچنین مقامات وزارت خارجه آمریکا بارها در این رابطه اطلاع رسانی کرد. نکاتی که ما در آمریکا شاهدش هستیم اینه که سیل صادراتی که یا روند رو به افزایش صادراتی که دولت چین همواره بالغ بر بیش از 200 میلیارد دلار همواره به آمریکا داشت طی سالهای اخیر، این رقم کم شده و از دولت ترامپ به بعد ما شاهد
کاهشی رقم هستید. البته در دولت آقای بایدن یک مقدار این مسئله دوباره افزایش پیدا کرده، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که اهرم‌های فشاری در کنگره و سنا مبنی بر تعطیلی یک سری اپلیکیشن ها مثل تیک تاک یا همچنین اپلیکیشنی به نام تیمو که طبیعتاً مثل آمازون فعالیت میکنه، ولی گفته میشه که تمام اون ابزارالات و فراورده ها توسط همین کارگرانی ساخته میشه که دولت چین اونها رو به اسارت گرفته و از اون به نفع خودش کار اجباری میخواد و نسل کشی رو در واقع در فرایند نهایی و علیه این افراد بیگناه رقم میزنه. بنابراین من فکر میکنم که فشار جامعه بین المللی روز به روز باید افزایش پیدا بکنه و در جهت تحریم تدریجی برخی از محصولاتی که دولت چین به صورت عمده روی اونها سرمایه گذاری کرده برای کسب درآمد، باید ما نظام بین الملل رو به این سمت سوق بدیم. امیدوارم در گزارش های بعدی که طبیعتاً در این رابطه بیشتر صحبت خواهد شد، ما بتونیم ابعاد بیشتری رو در این رابطه مورد بررسی قرار بدیم. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. برنامه جهانی غذا میگوید که فقط میتواند از 1 میلیون گرسنه در افغانستان حمایت کند و 11 میلیون نفر نیازمند دیگر به دلیل کمبود بودجه کمک های غذایی اضطراری دریافت نمی کند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه 24 تیر با انتشار گزارشی نوشته که 1,400,000 مادر و کودک دیگر برای جلوگیری از سوء تغذیه غذای مغذی تخصصی دریافت نمی‌کنند، در حالی که نرخ سوء تغذیه همچنان بالا است. این نهاد تصریح کرده که بحران آب و هوا چالش‌ها را برای جوامع در سراسر کشور تشدید می‌کند و شرایط آب و هوایی نامنظم اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز گفته بود که تقریباً 3 سال پس از تسلط طالبان 23,700,000 نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ساعت اولیه صبح امروز دوشنبه همچون سالهای گذشته مراسم با شکوه عزای زنجیر تیغی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. در ادامه به گزارشی که همکارم از این مراسم با شکوه تهیه نموده توجه فرمایید. هشتم محرم برپای مراسم زنجیر تیغی به یاد بدن قطعه شده شهدای کربلا. روز هشتم محرم خیابانهای کربلا و به ویژه شارع باب القبله به قلب تپنده عزاداری حسینی تبدیل می شود. در این روز عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام از نقاط مختلف دنیا به این مکان مقدس می آیند تا در مراسم عزاداری زنجیر تیغدار شرکت کنند و با دلی پر از عشق و ارادت رنج‌های سید الشهدا و یاران وفادارش را به یاد آورند. از ساعات اولیه صبح خیابان‌ها پر از جمعیتی می‌شود که با زنجیرهای تیغدار به سوگ نشستند. صدای نوه خانان و زنجیر زنانی که هر ضربه زنجیر را با اشک و آه همراه می‌کنند، فضای معنوی و حزن‌انگیزی را در سراسر کربلا می‌گستراند. زنجیرهای تیغدار نمادی از زخم‌ها و جراحاتی است که بر پیکر پاک امام حسین و حضرت علی اکبر وارد شد و هر ضربه‌ای که بر بدن عزاداران وارد می‌شود،
نشانه ای از عشق بی پایان آنان به سید الشهدا و یاران آن حضرت است. این زخم ها همچنین یادآور زخم هایی است که بر بدن قطع شده و اربن اربای حضرت علی اکبر علیه السلام وارد شد و بسیاری از عزاداران در این روز این عزا را به یاد جوان رعنا و میوه دل سید الشهدا انجام می دهند. در این مراسم عزاداران با صدای بلند نوح سرایی می کنند و ذکر مصیبت می گویند. عشقهایشان جاری است و هر ضربه زنجیر به یاد آورنده ضربه های شمشیری است که بر بدن امام حسین علیه السلام و یارانش فرود آمد. فضای خیابان با حزن و اندوه عمیقی پر شده و هر کسی که در این مراسم شرکت می کند احساس نزدیکی بیشتری به امام حسین علیه السلام و یارانش پیدا می کند. این مراسم باشکوه و معنوی نه تنها یادآور رنج‌ها و مصائب امام حسین علیه السلام و یارانش است، بلکه پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. پیام ایثار، مقاومت و عدالت خواهی. عزاداران با تمام وجود در تلاشند تا این پیام را زنده نگه دارند و به جهانیان نشان دهند که راه امام حسین علیه السلام راهی است که هیچگاه فراموش نمی شود. هر سال در این روز کربلا شاهد تجدید عهد و پیمان با آرمانهای والای امام حسین است. عزاداران با هر ضربه زنجیر، با هر اشک و آه، عشق و وفاداری خود را به امام حسین و راه او نشان می دهند. این مراسم فرصتی است برای نشان دادن همبستگی و وفاداری به راه امام حسین و ادامه مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی. مراسم زنجیر تیغدار در روز 8 محرم نمادی از عشق و ارادت بی‌پایان به امام حسین علیه السلام و یادآور اهمیت و تأثیرگذاری نهضت عاشورا در تاریخ اسلام و بشریت است. در این روز کربلا با اشک‌ها و زنجیرها عشق و ایثار را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که پیام عاشورا تا همیشه زنده و جاری است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حرم مطهر حسینی همه ساله پذیرای بیش از 1000 موکب در ماه‌های محرم و صفر است. تلاش‌های چین برای پنهان کردن نسل کشی اویغورها. نگرانی برنامه جهانی غذا از عدم دریافت کمک‌های غذایی اضطراری از سوی 11 میلیون گرسنه در افغانستان. و 8 محرم برپای مراسم زنجیر تیغی به یاد بدن قطع شده شهدای کربلا. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.